صبحتان شاد و بانشاد. بسیار تشکر از حضورم رای گرمتان که دنبال میکنین. دقیقا حضور شما مایه دلگرمی ماست، ای که حضور شما را داریم، همراهی شما را داریم، برای ما قوت قلب است و ما بیشتر انرژی میگیریم که برنامه را خوبتر و بهتر پیشکش حضور شما نماییم. فضل صابری از جمع اعضای اسکای مهربانی حضور دارن و صحبت میداشتیم در رابطه با کارهای از آدرس اسکای مهربانی در ولایت بغلان تازه شروع شده، چه میخواین انجام بتن برای کسایی که نیاز به مهربانی دارن. همچنان با ما باشید. صبحتون بخیر، خوش اومدید به برنامه. سلام، صبح شما بخیر. صبح تمام بینده های عزیز که ما را میکنون از درچه تلویزیون نور میبینن و صبح از اونها هم بخیر، سلامت باشین. زنده باشین. شما مهربان هستین که از راه دور و دراز اتفاق خواهد در دیدار موفق صحبت داشتین، تشریف آوردین تلویزیون نور و برنامه دیدار و صبح. خوب اسکای مهربانی رفته به ولایت بغلان، حالا در ولایت بغلان چه برنامه است؟ ما قسمی که شما در جریان هستین، چند روز قبل برنامه ایستگاه مهربانی در کابل روی دست داشتیم و ما جمع‌آوری لباس، بسته‌بندی لباس و توزیع لباس در کابل داشتیم. حالا که برنامه ما در کابل تمام شده، ما به ولایات رفتیم. هدف از ایستگاه مهربانی کمک به هم نومان که همان انسان است، ما بتانیم که دوست کسایی که نیاز به کمک هستند دوست از اونا رو بگیریم. بسیار کالی ما رفتیم در بغلان برنامه رو اندازی کردیم. فعلا در بغلان در جریان کار هستیم، پانوز شروع کارها هست. بسیار خوب. خب این کاری که در کابل شما انجام دادین، جمع‌آوری البسه، شستشو و بعد سروی که داشتین از خانواده های نیازمند و بعدش هم توزیع ای لباس های جمع شده دیگه، این کار در ولایت بغلان هم حالا تطبیق میشه یا نه؟ برنامه های دیگه را هم در قبال یا در کنار این برنامه دارین دیگه؟ ما برنامه های دیگه هم داریم در مورد تعلیم و تربیه. اونجا با چند آموزشگاه صحبت کردیم که او آموزشگاه با ما وعده همکاری دادن. کسایی که به بضاعت هستند، توان پرداخت مالی ندارن که اطفالشون برود با آموزشگاه ها اونجا درس فرا بگیره و ما مسپانسرش میکنیم در آموزشگاه بروند. کسایی که مثلا تیم سروی ما در بغلان فعلا اونجا سروی دارند، کسایی که نیازمند واقعی است اونا را لیست میگیرد، چند بچه داره، دختر داره، با آموزشگاه معرفی میکنیم و در ضمن ما در کابل توزیع لباس زمستانی برای فامیلا نیازمند داشتیم. حالی داریم زمستان در پایان نشستیم که میره فصل بهار پیش روست و ما نیازمندی های دیگه است که باید به اون رسیدگی شود و ما فعلا در بغلان سر پروگرام مواد غذایی کار داریم. کسایی که اونجا مستحق نیازمند هستند توانایی ندارن، ما برای مواد در ضمن لباس و مواد غذایی برای اونها کمک میکنیم. یعنی امو ساحه کارها و فعالیت های شما وسعت پیدا کرده. بله. جدا از توزیع لباس هایی که حالا دیگرا نیاز ندارن، شما فکر کنم پول هم کمک میکنین بابت اینکه اعضای دیگه از آدرس مهربانی اینجا حضور داشتن و صحبت کردن که ما پول هم جمع آوری میکنیم و به خانواده هایی که نیازمند است یا مواد خوراکی رو خریداری کرده و یا هم امو نقدی او را تقسیم میکنیم. خب این برنامه هم به بغلان تطبیق میشه یا نه؟ چی رقم ما امو سیستمی که اینجا ساختیم، تمام کسایی که هست کل ما یک جا حرکت میکنیم. برنامه ما یک برنامه است، تو متفاوت نیست. امو سیستمی هم که ساختن در گوفندمی یک سیستم ساختن آنلاین اینترنتی. عزیزایی که در بیرون از افغانستان هستن یا در افغانستان هستن که به ما نزدیک نیستن، قلب با ما نزدیک هستند، جسم فیزیکی با ما نزدیک نیستند، اونا میتونند که از طریق انترنت از امو لینک داخل شوند، از اکانت بانکیشان چقدر پولی که کمک میکنند اونجا جمع‌آوری میشه، باز گفتنی رو ما میکشیم، باز مواد غذایی و لباس و چیزا خریداری میکنیم. در بغل هم پروسه جریان داره. بسیار خوب است. حالا تصمیم و برنامه است که اسکای مهربانی به ولایت دیگه هم سفر داشته باشن و خانواده های نیازمند را پیدا کنن و دستشان را بگیرن. بله. ما سال پار در ضمن کابل 6 ولایت دیگه را هم کاور کرده بودیم. باز این سال یک سلسله مصروفیت های وظیفوی بود. همکارای ما کسایی که اینجا هستند کلش رضاکارانه است. کسی نیست که از یک اسپانسر داشته باشه، نه خیر موز بگیر نیستن، رضاکارانه با فیشی و رضایت خودشان آمدن و کار میکنن. چی از آقایان هستن، چی از خانما، مثلا پارت تایم یا بعضی روز وظیفه غیر حاضری میکنن، نمیرن که جمعین
مهربانیشان ثابت بسازند که دست نیازمندان را بگیرند. بسیار خوب است. چه فکر میکنین که دستگیری و دست کمک رساندن به طرف انسانهای دیگه که نیازمند کمک و دستگیری ما است چقدر اهمیت داره؟ چقدر لذت داره؟ مهمتر از همه چقدر جامعه ما را از این بدبختی که همکنون متاسفانه ما با او دست و پنجه نرم میکنیم و دوچار هستیم بیرون میسازه؟ خیلی لذت بالا داره. واقعا حس کردنش در اون موقع از تصور بالاست. چند روز قبل یک سروی داشتیم، جایی رفتیم که برف هم میباره، یک فامیل است، حتی ورسیش پلاستیک نداشت، ورسی خانش. بابت که بان که مثلا فصل سرما است، برف میبارید، برف میبارید، حتی فامیلایش کفش در پایش نداشت. ما زیاد داریم متاسفانه این رقم خانواده ها را که مشکل باز ما دارند. از یا سروی کردیم، همزمان وقتی ما گزارش اجرا دادم 3-4 تا از جمع دوستا بر ما پیام دادند که ما آماده هستیم برای اجرا، چه بکنیم همکاری بکنیم. و دوستان هم که همکاری کردن خوشبختانه در زمینی که برای فامیل ما تانستیم کمک بکنیم، 4 تا دیگر هم کبر کردیم که جمع از 5 فامیل شد که ما کبر بکنیم. و این آدم بسیار خوش میسازه که خوشبختانه وقت ما یک موضوع را شریک میسازیم، خصوصا از صفحات اجتماعی، دیگرا حس انسان دوستیشان زنده است و آماده میشن اگر هم امکانات کم به دست رسشان است که کمک کنن و دست یاری دراز کنن به طرف اون خانواده یا هم خانواده هایی که حالا نیاز و ضرورت به کمک ما دارن. انسانیت والاترین هدیه الهی است که هیچ بشر قابل به پرداخت قیمت از اون نیست. اما انسانهای مهربان که حس انسان دوستی در وجودشان هست، هنوز هستند و انسانیت زنده است. بله، انسانیت زنده است. انسانیت زنده است. بله، این خیلی مهم است. خب پیام خاص اگر داشته باشین. ما پیام اول صلح سرتاسری آرزو دارم که با امید که در تمام افغانستان صلح بیاید. و پیام ما بر عزیز که هموطن های عزیزی که دست توانایی دارن و میتونن که یک کسی را کمک بکنن، دریغ نورزن. اینو اگه امروز کمک میکنن، هم اجر دنیویشان است، هم اخرویشان. بیاین با یک چیزی که پیش ما بسای کمک ناچیز است. یعنی طور مثال پر یک گلاس کافی ما را ما برای یک فامیل نیازمند که کمک بکنیم، دست از را گرفته میتونیم. دقیقا. از یک گلاس کافی خود کم بکنیم، بر از یک کیلو چایش بله، میشه. بله. خب ما در یک ماه 3 بار 4 بار حتی بیشتر از اون ما میریم به رستوران با دوستای ما، بسیار غذاهای لذیذ و قیمتی را ما نوش و جان میکنیم. خب یک وردش را کم کنیم و پول را میشه ما هزینه کنیم و کمک کنیم برای کسایی که، برای خانواده هایی که حالا نیازمند هستن و نیاز به کمک و همکاری. بله. سلامت باشید. سلامت باشید. جناب فضل صابری عضو اعضای اسگاه مهربانی، همیشه مهربان باشید. سلامت باشید.